ویمنت 11، ویمنت 12، ویمنت 13. این در واقع لن آر 1 هست، این لن آر 2 هست، این هم لن چی؟ آر 3 هست. یه ون یک اینجا دارم، یه ون دو هم اینجا دارم. این رو میدمش به عنوان مثال وی ام نت 15، این هم میدم به چی؟ وی ام نت 16. وی ام نت 15 رو میذارم 10.0.1.0/24. بابنین وی ام نت 16 رو میذارم 10.0.2.0/24. 1.1 رو /3 میذارم اینجا، 1.2/3 رو میذارم اینجا، 2.1/3 رو میذارم اینجا، 2.2/3 رو هم میذارم اینجا. خب امان تشریف میارید شما؟ تشریف میارید من. خب یه زحمت بکشید. توی این سناریو میخواییم از 3 تا روتر R1 و R2 و R3 استفاده بکنیم. من 5 تا VMNet نیاز دارم. 3 تا از این VMNet ها رو تو شبکه LAN روتر هام استفاده میکنم، 2 تا از اونها رو هم توی شبکه WAN هم، اتصال بین روتر ها. VMNet 11 رو با رنج IP 192.168.11.0/24 میذارم اینجا، 11.1 رو هم میذارم روی اینجا، 192.168.12.0/24 رو میذارم اینجا، 12.1 رو هم اساین میکنم اینجا، و 192.168.13.0/24 رو هم میذارم اینجا، 13.1 رو هم میخواییم بذاریم اینجا. جان؟ آفرین. ولی برای این دوتا چطور؟ دیفالت رو جواب میده. احسن. این سناریو رو گفتم که ذهن شما رو آماده بکنم برای ارتباطات P2MP. یعنی فرض کن پرووایدر مخابرات نشسته وسط، شما چند تا ساز، چند تا مثلا منطقه دارید، از مخابرات یه ارتباط در واقع P2MP میخواید. خب و شما میایید در واقع این رو کانفیگ میکنید. دارم استپ به استپ در واقع سناریو رو بزرگ میکنم و شبکه اینترپرایز میکنم و بریم جلو ببینیم چه میخوایم پیاده سازیش بکنیم. نمیشه این مهندس؟ خب یه زحمت بکشید R1 و R2 رو ریست کانفیگ بکنید. هر چی کانفیگ داره این R1 من چیکار میکردیم؟ سیستم، بله، ریست کانفیگوریشن، پوینتر، بله، تیک نو دیفالت کانفیگوریشن رو میزدم و میزدم چی؟ ریست کانفیگ، یس. خب این ارتباط قطع میشه. خیلی خوب، میام روتر R2 هم همین کار رو میکنم. سیستم، خب اجازه بدین، سیستم، بله، ریست کانفیگ. تیک سومو چرا؟ این تیکه میگه نو دیفالت کانفیگوریشن، یعنی وقتی که کانفیگ کردی بدون کانفیگ بیار بالا. بدون کانفیگ یعنی حتی چی؟ در واقع آیدنتیتی های من هم چی؟ پاک میشه. پس دوباره من باید تو وی ام اینو ست بکنم، ریست کانفیگوریشن و یس. خب برید روی وی ام ور ورک استیشن تو مهندس آر ستون رو هم رام بکنید. اینجا کلیک بکنید، این رو هم ماشین رو هم روشن بکنید. بله، خب R1 رو اینجا کلیک بکنید، بزنید ادمین،
پسوردش یک دو سه هست آیا مهندس یا نه؟ جان؟ نیست. چرا؟ چون ریست کردم دیگه. احسن، پس اینتر رو میزنم. ولی اینجا میگه پسورد جدید وارد بکن. میزنم 1 2 3. بله کانفرم. با اون دکمه های بالا استفاده کنی. آره 1 2 3. مرسی. 1 2 3. بله بزنید سیستم آیدنتیتی. سیستم تب. مرسی. آیدنتیتی تب سیت. نه کپس لاک بزنید. خب set. بله name. یه تب بزنید خودش کامل میکنه. بله میشه R1. مرسی. کنترل و آلتو بگیرید. خب که کرسرتون بیاد بالا میام روی R2 همین کار رو انجام میدم. بزنید admin enter. 1 2 3. مرسی. 1 2 3. بله سیستم آیدنتیتی سیت نیم. بله R2. بله مرسی. آلت و کنترل. بریم سراغ R3. روی جا کلیک بکنم میزنم ادمین. خب اینتر. خب بزنم 1 2 3. 1 2 3. سیستم آیدنتیتی آیدنتیتی سیت نیم. مرسی. R3. مرسی. خب یه زحمتی بکشید برید روی نتورک ادیتور من، یعنی برید روی ادیت. نویز داریم. برید روی ادیت. برید روی ادیت ویرچوال نتورک. بله من یه وی ام نت 16 رو هم داشتم، بعد آی پی اونم بذارم 10.0.0.2. پس میام روی چینج ستینگ کلیک میکنم. یس. خب اینو باید آی پیشو درست بکنم. اینو فقط کافیه که اینو بزنید 2. مرسی. اپلای. اوکی و تمام. قدم بعدی میخوام چیکار بکنید؟ یه کارت شبکه اضافه بکنید. با من این نویز داریم. میخوام یه کارت شبکه اضافه بکنید برای R1. بذاریش توی وی ام نت 11. روی R1 کلیک راست سیتینگ. خب یه دونه کارت شبکه داره، من اینو پاکش میکنم. خب بله اینو گذاشتم رو وی ام نت 11. اوکی این چطور؟ کلیک راست سیتینگ. یه دونه کارت شبکه هم میخوام بذارم روی وی ام نت 12 که بشه لنش. خب برای این چطور؟ کلیک راست سیتینگ. یه دونه کارت شبکه اینجا داره که این رو هم اساین میکنم به چی؟ به وی ام نت 13. و اوکی. خب اگر مشکلی نباشه و رفرش بزنم باعثی من این سه تا روترم رو ببینم که دارم R1 و R2 رو دیدم و حالا R3 رو هم میاد. ممنونم. خب شما مشکل نداری خواهد مهندس میتونی بیاین؟ اوکی. خب میخوام به R1 متصل بشید، اون اینترفیسی که الان من اضافه کردم رو تغییر نام بدید به LAN و بهش IP بدید. پس روی مکش کلیک میکنم میزنم کانکت. روی اینترفیس میرم. آه. روی اینجا دبل کلیک میکنم.
داش لن لن اپلا بله اپلای اوکی حالا بهش آی پی میدم میام روی آی پی ادرس بالا دومی بله اد رو میزنم میگم آی پی 192.168.11.1 192.168.192 دات 168 دات 11 دات 1 اسلش 24 اسلش 24 اپلای اوکی خب یه لحظه فقط یه لحظه خیلی خب روی این کلیک راست بکنید اولی رو بزنید وین باکس بله خب من روتر آریکم رو به اینترفیس لنش چیز دادم آی پی دادم وارد در واقع میرم سراغ روتر آردوم کانکت رو میزنم خب اینترفیس روی این دبل کلیک میکنم میزنم داش لن بله اپلای اوکی خب قدم بعدی میخوام بهش آی پی بدم میرم روی آی پی ادرس اد رو میزنم 192.168.12.1 اپلای اوکی حالا روی این وین باکس هم در واقع کلیک راست میکنم این پایین سومین روتر رو هم تعیین تکلیف میکنم آرسه رو خب میذارم کانکت اینترفیس توش دبل کلیک بکنید بله داش لن اوکی اپلای اوکی آی پیش هم میدم آی پی ادرس پلاس رو میزنم 192.168 13 1 اسلش 24 13 1 یه دات یاد نه اینجا یه دات میخواد بله اپلای اوکی آی پیش هم بدید آی پی دارید اوکی مرسی ممنونم حالا به نظر شما اگه من برم روی آی پی نیبرز آیا روترهای مثلا نیبر این رو میتونم ببینم یا نه من کجا من رو آرسم بیام مثلا روی آردو بیام روی آردو اگر بزنم آی پی نیبرز آیا من روترهای آر یک و آر سه رو میبینم یا نه میزنم و میبینم که هنوز هیچ نیبری رو دیتکت نکردم ممنونم خب آی مانس بله مهندس رفته تو سایدت این شکلی گارد گرفته خب میخوایم چیکار بکنیم پس من اینو تعیین تکلیف کردم اینو تعیین تکلیف کردم اینم تعیین تکلیف کردم میخوام روی آر یک یک اینترفیس جدید رو اضافه بکنم که بذارمش روی وی ام نت 15 انجام بدیم بیام روی آر یک آر یک رو بیام نه اونجا نه روی وین باکس بله ببخشید اینو تعیین تک شما درست میرفت ببخشید من اشتباه کردم روی آر یک کلیک راست بکنید بله ستینگ یک کارت شبکه جدید رو میخوام اضافه کنم اد میکنم
نتورک آداپتور رو انتخاب میکنم، فینیش میذارم روی وی ام نت 15. اوکی، خب حالا میام روی ویم باکسم. نه اون آر ساس حالیگ اولیه. خب میبینم بله اینترفیس شد، روش دبل کلیک میکنم، اسمشو میذارم داش تو تی او، بله داش خدمت شما عرض کنم که آر یک ببخشید یه نزه اینا رو سعی کنید کپیتال بذارید مثلا تو آر یک، بله اپلای، بله حالا میخوام آی پی ست بکنم. آی پی قرار بود چی باشه؟ سر 10.0.1.1 بذاریم. میام روی آی پی ادرس پلاس 10.0.1.1/c. خب اینترفیس در اپلای نذارید، اینترفیس هم قراره این باشه، درسته؟ اپلای میکنم و اوکی. بله خب حالا میخوام به آردو هم یه دونه اینترفیسی اضافه بکنید که بذارمش روی وی ام نت 15. آردو سیتینگ، بله اد میکنم یه نتورک آداپتور رو و اساینش میکنم به وی ام نت 15. مرسی. اوکی خب میرم توی وین باکسش. خب ببند اینو، این نیبر لیست رو ببند. نیبر. نه نه اون نه روی این کلیک راست کن وین باکس. خب یه این تر پونده شد یک کار بود نقش کار بود وی ام نت 15 نقش یک وی سویچ رو داره، ویرچوال سویچ رو داره. در واقع مثل اینه که یه سویچ گذاشتی وسط. یادتونه توی ام تی سی ان ای من یه بار یه سویچ آوردم گذاشتم وسط، بعد همزمان دو تا سه تا میکروتیکو چیز میکردم. چرا؟ چون همه اینها رو اومدم در واقع اتر 4 شون رو وصل کردم روی اون سویچه، اونتا اون سویچه سویچ فیزیکال ریل بود. این وی ام نت نقشه یک سویچ مجازی رو داره، مثل این میمونه که من اینجا یه سویچ گذاشتم اون اینترفیس ها رو وصل کردم به این، خب اینو به هم دیگه دست داده و ارتباط رو برقرار کرد. خب اسم اینو بذار داش تو، داش تو، بله این به سمت چیه؟ به سمت آر یکه، داش آر یک، بله اپلای، اوکی. حالا آی پی روش ست بکن، بله 10.0.1.2 اسلش سی، اینترفیس هم مطمئن میشم که این باشه، درست اپلای و اوکی. حالا چک میکنم ببینم ارتباط لایه 2 اینا برقرار شده یا نه. چیکار میکنم؟ میام روی آی پی نیبرز میبینم که بله آر 1 رو پیدا کرد، درسته؟ اینا آی پی آر 1 رو پیدا کرد. ممنونم، مرسی. الان نه، الان دیگه بیای مانس بذار این سناریو جمعش بکنم کامل بعد بیام. نه شبیه یه حالتی اومد که حالا جای گفتنش اینجا نیست، حالا بعد. آقا بخوایم برای آردو یک در واقع NIC اضافه بکنه و این NIC رو بذاره روی وی ام نت 16 و روش آی پی 10.0.0.10.0.2.1 رو ست بکنه، یا نه چیکار میکردی؟ میمادی روی اینجا کلیک روی آردو کلیک راست میکردی سیتینگ، خب یه دون دیگه اد میکردی، خب میزدی نتورک آداپتور، احسنت، اساینش میکردی به وی ام نت 16
بله اوکی. خب روی چی هستیم؟ روی آردو. ببینم آردو من، آردوم کجاست؟ بکنم این آردو. آره ببینم روی اینترفیس ها، اینترفیس اضافه شد. بله روش دبل کلیک. ببین اینجا اضافه شد درسته؟ روش دبل کلیک میکنم، میذارم چی؟ داش تی او، یعنی تو داش تو، نه تو تی او، یعنی به سمته، یعنی این اینترفیسیه که به سمته یه داش دیگه. به سمت چیه؟ آردو هم دارم. کجا رو چی تعیین تکلیف میکنم؟ نگاه کن اینجام دارم ارتباط ورم به سمت R3 رو چیز میکنم، پس میشه به سمت R3. R3 بعد اپلای اوکی. IP رو روش ست بکن، IP ادرس دومی از بالا. خب اد میکنم، مینویسم 10.0.2.1/C/C. خب فقط یه لحظه نگه دارم، اپلای نزن. این انتخاب میکنم، میخوام این اینترفیس رو چیز بکنم، پس انتخاب میکنم اپلای اوکی. درسته؟ کار بعدی چیه؟ کار بعدی اینه که میخوام به R-Set یه اینترفیس اینو اضافه بکنی. اینم بذاری روی VMnet 16. یالا روی R-Set کلیک راست، Setting، یه اینترفیس اضافه کن، اد کن، نتورک آداپتور میخوام بذاریش رو VMnet 16. بله اوکی. خب میرم روی چی؟ میرم روی ویرچوال باکس ها. مطمئن میشم R3 هست که هست. روی اینترفیس ببینم اینترفیس اضافه شد، میزنم داش تی او تو به سمت داش، این به سمت کیه؟ آردو. احسن. اپلای اوکی. قبلی رو چند دادم؟ 10.0.2.1 دادم یا 2.2؟ نگاه میکنه IP ادرس به علاوه بزن 10.0.0.2.2/C. اینترفیس هم رو انتخاب کنم، اپلای اوکی. خب ببین بذار یه بار دیگه من اینو چکش بکنم. نه درست، بسیار خوب. الان میام روی روتر آردو، میرم روی بخش IP neighbors، میبینم هم روتر R1 هم رو شناخت، آردو هم روتر R1 هم رو شناخت، میگه من وصلم به 10.0.1.1. نگاه کن، میگه من وصلم به 10.0.1.1 از روتر R1 و وصلم به 10.0.2.2 به R3. اینم 10.0.2.2 به R3. خب یه تست لایه 2 و لایه 3 هم بکن. روی این کلیک راست کن، بزن مکپینگ، مکتلنت نه، مکپینگ. بس روی این کلیک راست کن، مکپینگ. بله ببینم ارتباط لایه 2 برقراره، بسیار خوب. کلیک راست، پینگ هم بزن، ارتباط لایه 3 من برقراره. خب این چی؟ اینم تست لایه 2 لایه 3 بکن. بله ریپلای گرفتم، ببندش. بله سیار. خب اینم ببنج. ممنونم. خب چی باقی مونده؟ بحث روتینگه. زحمت شو میکشید؟ حالا شما یا آی مانس. ممنونم آی مانس. خب آی مانس یه راهنمایی میکنید. ببینید الان من میخوام تمام روترها شبکه‌های لن همدیگه رو ببینن. خب به نظر شما من روی روتر R1 اگه یک دیفالت روت بنویسم کارم را میندازه؟ یعنی بگم هر چی رو که نداشتی خب
تحویل. حالا ببین حرفی که من میزنم درسته یا نه. من اگر بگم که هر چی که نداشتی رو تحویل 10-0-1-2 بده درسته یا نه؟ درسته دیگه. میگم آقا 4-2 درسته. بله بله. ولی میخوام بگم که آقا هر چیزی که آر یک نداشت تحویل این بده، این بعد یه بلایی سرش بیاره. خب خیلی خوب، به قول شما تا اینجا. حالا میرسیم سراغ این. اینو چیکارش بکنم؟ میگم آقا اگر خواستی دسترسی به این شبکه داشته باشی، 192 168 13-0 اینو تحویل این میده، 10-0-2-2 درسته؟ یعنی بیا این مسیر تحویل این میده. اگر هم خواستی به شبکه یه لن این دسترسی داشته باشی، یعنی اگر خواستی به 192.168.11.0/24 دسترسی داشته باشی، این هم تحویلش کی بده؟ 10.0.1.1. اگر بخواد به این شبکه دسترسی داشته باشه چیه؟ خب این که دایرکتلی کانکتد به این هست، اصلا نیاز به نوشتن روت نداره، درسته؟ برای این چی؟ برای این هم مثل اون بره، کافیه یک دیفالت روت بنویسم. میگم آقا هر چیزی رو که نداشتی تحویلی کی بده؟ 10-0-2-1. حالا یه زحمتی بکشید روی آر یک این دیفالت روت رو بنویسید، یعنی هر چیزی رو که نداشتی تحویل 10-0-1-2 بشه. خب آر یکمون اینجاست، آی پی روت، بله، هر چی که نداشتی تحویل 10-0-1-2 بشه. اپلای، کنسل زدیم. 10-0-1-2 اپلای، اوکی. حالا یه سوال، وقتی جلوش پریفیکس AS میزنه یعنی چی؟ روش نگاه دارید. A یعنی اینترفیس الان اکتیوه، S یعنی شما به صورت استاتیک تعریف کردید. احسن، بریم روی R2. خب روت ها رو بنویسین، IP روت دو تا پوینتر. اول تعیین تکلیف بکنید شبکه لن R1 رو، 192 168 نه بالایی، دستینیشن آدرس تو میشه 192 168 11-0/24 تحویلی کی باید بده؟ 10-0-1-1-1-1. آره نگاه کن، این باید تحویل اینجا بده، تحویل این باید تحویل 1-1 بده، درسته؟ بله درست. اپلای، اوکی. خب دوباره اد بزنید، 192 168 13 0 که لن آرسه هست، 0/24 این تحویل کی باید بده؟ بدیمش؟ این تحویل این باید بدیم، یعنی 10-0-2-2 تحویل این باید بدیمش، یعنی اینجا، یعنی نکنی 13-0 رو تحویل 2-2 باید بده. خب گتفش میشه 10-0-0 10-0-2-2 2-2 اپلای، اوکی. حالا این میشه آرسه. آرسه رو به صورت کامندی بنویسید. چیکار میکردیم؟ میزدیم آی پی روت. خب شما بنویسید آی پی روت، کپیتاله کپیتاله مال اسم کپیتاله، کپس لاک رو خاموش کنید، آی پی، بله، فاصله روت، آر او رو بنویسید، تبا بزنید کامل میکنه. خب بعدش چیکار میکردیم؟ اگه یادتون باشه میزدیم آی پی روت، روی این دکمه به علاوه میزدیم. این به علاوه یعنی چی؟ یعنی اد کن. خب منم میزنم اینجا فاصله اد اد، بله. خب بعدی چیه؟ دی اس تی بزنید، دی اس تی، دی اس تی، تب رو بزنید. الان دستینیشن ادرس شما چیه؟ هر چیزی، هر چیزی میشه چی؟
صفر احسن صفر دات صفر دات صفر دات صفر اسلاش صفر بعد فاصله. آیتم بعدی چی بود؟ اینجا اینجا آی پی روت گیتوی رو باید مشخص بکنیم. پس آیتم بعدی اینجا می‌نویسید گیتوی جی ای تی رو بنویسید تب رو بزنید. خب تحویل کی باید بدهش؟ رو آرسه تحویل 10-0-2-1 10-0-2-1 احسن. بذار ببینم آی پی روت اضافه شد. آی پی روت بله این چیزم اضافه شد. خب حالا ببینید شبکه‌های لن همدیگه رو میتونن ببینن یا نه. مثلا از آرسه لن آر یک و لن آر دو رو پینگ کنید ببینید میتونید ببینید یا نه. پینگ کنید 192.168 11-1 رو. خب تایم اوت داد بله. کنترل ایکس رو بگیرید یا کنترل سی. خب حالا 12-1 رو پینگ کنید. اینجا آمد. خیلی مرسی. حالا این که چرا به شما تایم اوت میده رو من جلوتر عرض میکنم. ممنون آیمان است. مرسی. دست شما در نکنه. لطف کنید.